سر تمرین رفته بودی شما؟ بله، خوشبختانه ما دوستان بسیار عزیزی داریم در تمرین استقلال که واقعا خوشحال هستم که این پیکره و شاکله تیم استقلال همه استقلالی هستن، از سرپرستش که آقای پرویز مظلومی که من واقعا افتخاری دارم که شاگرد ایشون بودم در زمان بازیگریم، و تا بقیه که آقای فکری هستن، آقای صمد معرفوی و آقای سیروس دین محمدی دوستای خوبم، حنیف و آرش عزیز، همه اینا در کنار هم تونستن دست به دست هم بدن که حداقل استارتی باشه واسه استقلال و بتونه واقعا دل هوادار رو در این چند صباحی که خون شده بتونه حداقل زیاد نیست کادر فنی. ببینید آقای عربی، این تو تمام دنیا هستش که ما کادر فنی ما باید مثلا، حالا نمیگم زیاد ولی هستش، ما داریم کادر فنی مثلا شما آقای مورینیو رو ببینیم 15 نفرن، قرار نیستش همشون، مثلا دارم میزنم روی نیم، ما میدونیم مشکل ما اینه که فقط فکر میکنیم مثلا اگر ما الان 15 تا مربی داریم همشون باید روی نیمکت بشه، نه، جای دیگه میتونم کمک کنم، ولی من اینو واقعا به فال نیک میگیرم، کسایی که الان اومدن در خدمت استقلال هستن استقلالی هستن و مطمئنم امسال حالا بعد از اون اتفاقات بدی که برای استقلال افتاد، مخصوصا در مورد سرمربیگری استقلال و واقعا هواداره استقلال اذیت شدن، بله، یه نکته رو من بگم، نه آقای نمازی هم قرار اضافه بشه، من امروز حاشیه هم داشته علی رضا، آقای عربی شنیدم این خبر رو، نمیدونم استقبال کنم، نمیدونم واقعا الان موندم چی بگم که بگم، حالا مثلا ما شاید من خیلی احترام خواست برای ایشون قائل هستم، ولی ما میتونیم ایشون بوده باشگاه بوده یا کادر فنی، من در جریان یعنی محمود فکری اینو خواست، من متاسفانه اینو نه از محمود خان پرسیدم نه از بچه‌ها، ولی هر کسی که بتونه به استقلال کمک کنه تو این برهه زمانی و بتونه واقعا استقلال رو به نام اصلیش برگردونه، ما ازش استقبال میکنیم. علی رضا عزیز، من یه سوالی رو بکنم، خواهش میکنم شفاف جواب بیننده های ما رو بده، همیشه خیلی آدم رک و شفافی بودی، توی تمرین ها حضور پیدا کردی؟ باز تابم داشتش، از شما دعوت شد یا خودت خواستی بری؟ ببینین اولا یه میخوای همکاری کنی با تیم، میدونم که شما استقلال رو دوست داری، همیشه از کسایی بودی که سازنده بوده، ولی این حضور آیا عربی عزیز، من و امثال من که حالا بیرون گود به قول معروف نشستیم، فقط آرزومون موفقیت تیم استقلاله. حالا من نوعی به شخص دارم همینجا توی این تریبون اعلام میکنم، نه الان قراره به باشگاه اضافه بشم، نه قراره به کادر فنی اضافه بشم، فقط و فقط به خاطر دوستانی که دارم در استقلال، فقط به خاطر هواداری که واقعا الان نگران این تیم هستش، فقط دارم کمک میکنم به استقلال، اصلا نه پیشنهادی به من، چون من خودم تیم دارم، حالا بیشتر در موردش با شما صحبت میکنم، و اصلا دلیلی بر تمرین رفتن من فقط و فقط در این که کنار این تیم باشم، بدونن که ما صدای مردم هستیم، قرار نیستش منی که مثلا میگم به سر تمرین استقلال میرم قرار به این تیم، من هیچ چشداشی به باشگاه استقلال ندارم، من 8 سالی که استقلال بودم تمام دینم رو ادا کردم، خاطرات خوبی از شما بر جای مونده، منم خاطرات خوبی با باشگاه استقلال و تمام طرفدارها دارم، من خیلی زوده هنوز به باشگاه استقلال بخوام اضافه بشم، مطمئن باشین یه روزی به باشگاه استقلال میام که تجربیاتم اندازه تجربیات کسایی باشه که توی استقلال تونستن نتیجه بگیرن. جمله خیلی قشنگ بود، حالا یه ذره به نظر من شاید دو پهلو، استقلال شکلش رو نگه داره و بازیکنایی که حالا قرارداد نبستن و زودتر به این تیم انشالله اضافه بشن، به نظر من استقلال میتونه لیگو پربار شو کنه، به این دلیل دارم میگم، به خاطر اینکه سه تا بازی داخل تهران بازی داره و سه تا بازی پشت سر هم، حالا درسته الان ما تماشاگر نداریم و بدون تماشاگر برگزار میشه، اما مایی که فوتبال بازی کردیم توی استادیوم آزادی میدونیم که چقدر فرق میکنه، دقیقاً چقدر فرق میکنه بازی کردن توی استادیوم آزادی. شما هم آقای وایدینیک و قبول دارید که این سه تا بازی برای استقلال میتونه بازی تدارکاتی باشه، نه تنها برای استقلال، برای اکثر تیم ها میتونن، میگن هفته اول دوم سوم با توجه به شرایط خاصی که برای قرعه کشی و فوتبال ما سایه کرونا که حالا کل فوتبال هستش،
این بازی ها میتونه بازی ها حالت بیشتر جنبه تدارک، شما اینو قبول دارید؟ نه من میگم این بازی ها برعکس میتونه حکم مرگ و زندگی یه تیمو داشته باشه 100%. چون من در زمانی که در استقلال بودم تمام بازی هایی که هفته اول بود تا هفته چهارم پنجم همه رو با برد شروع میکردیم، آخر فصل نتایجش رو بعدها میفهمیدیم. ولی اگر بخوام به عنوان بازی تدارکاتی نگاه کنیم، مطمئنن که امتیازات رو از دست میدیم. پس چه بهتر تا زمانی که تیم ها هنوز شکل نگرفتن شما امتیازات رو جمع کنیم، مثل تیم هایی که واقعا حالا ما داشتیم، تیم هایی رو که از لیگ یک اومدن لیگ برتر تا نیم فصل اول خوب نتیجه گرفتن، یعنی بالای جدول بودن، ولی در نیم فصل دوم که تازه تیم ها به خودشون اومدن تازه یعنی امتیاز از دست دادن. به نظر من استقلال میتونه سکوی پرتابش همین سه تا بازی اول باشه. خوشبین هست 100%. 100% خوشبینیم به خاطر اینه که گفتم توی این مدت استقلال خیلی اذیت شد، ولی الان وقتی که میبینم مجموعه استقلال دست استقلالی هستش و دارن واقعا تلاش میکنن واسه این تیم، برام جای بسی خوشحالی داره و امیدوارم زودتر تکلیف مدیر عاملم روشن بشه که اینقدر ما ضربه نخوریم از کسایی که واقعا خب میتونن تصمیم درست بگیرن و نمیتونن بگیرن. من یه عذرخواهی میکنم ازتون، فقط من یه گله بکنم، ما که قراردادی که داریم با بازیکن میبندیم، من به خاطر همین دارم گله میکنم از مدیر عامل وقت اون موقع، که ما قراردادی که با بازیکن میبندیم باید طوری بسته بشه که فقط نباشه عکسش رو بگیریم و ماه بعد بازیکن از این تیم جدا بشه بدون هیچ دریافتی واسه باشگاه. اگه قراره مثال دارم میزنم، بازیکنی هم از باشگاه الان میلیچ داستانش، من میلیچو کاری ندارم، میلیچو فعلا الان باشگاه خودش دنبال کارهاش هستش، خداشو دیاباته کارش درست شده. روزبه واقعا بازیکن خیلی خوبی، بازیکنی بود که واقعا توی چند پست واسه استقلال زحمت کشید، میتون کامل تکذیب شد، نه روزبه نمیره، قراردادشون رو من قراردادش دیدم، آقای مدیر عامل عزیز اومدن عکسشو گذاشتن، نمیدونم ما قرارداد بستیم با ایشون، خیلی با به قول معروف سینه ستبر اومدن عکسو نشون دادن، ماه بعدش دیدیم که خیلی راحت روز اینجا محلهایی هستش که واقعا هوادار ناراحت میشه و این به حق هم به خاطر اینکه واقعا با هوادار ما رو راست نیست، چه استقلال چه پرسپولیس هوادار این توقع رو داره، تیمی که داره نتیجه میگیره، بازیکنی که داره خوب بازی میکنه، حداقل بازیکن نمیگیرین هیچ کاری، دقیقاً 100%. علی رضایی یه سوال دیگه ازت بکنم، بازیکنای جدیدی که استقلال جذب کرده رو خوب میبینی؟ من آقای مرادمند امروز داشتم تقریبا تجزیه تحلیل کردم، فکر میکنم یکی از خریدهای خوب استقلال هستش، کما اینکه ما از قبل هم بازیکنای خیلی خوبی داریم که یکی از بازیکنایی که واقعا من علاقه بسیار شدیدی به این بازیکن دارم، مطمئنم توی استقلال میتونه موفق باشه، ارسلان مطهریه.